سلام دوستان، به کانال داچ میت سمی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم ادامه بدیم به کتاب خونی، پس با من همراه باشید. Zittern und Beben. Bei einem Erdbeben rumpelt und zittert die Erde. Die meisten Erdbeben sind harmlos, aber sie können auch sehr zerstörerisch und gefährlich sein. Planetenpuzzle. Die Erde sieht aus wie eine große Steinkugel, aber sie besteht aus beweglichen Teilen, den Platten, die wie Puzzlestücke verbunden sind. Zittern und Beben. Zittern, yani larzidan, beben ham yani larzidan. Hala zittern, larzische kuchiktarie, beben, larzische bozorgtarie, weil joftisch yani larzisch. Bei einem Erdbeben. Rumpelt und zittert die Erde. Rumpeln, yani tekun khordan, tekunay bozorg khordan. گاهی وقتا هم با صدا هستش حتی. و سیترن هم که گفتم دیگه، سیتت صرف شده برای او هست از فعل سیتن. پس میگه در حین یک زمین لرزه، اردبیم یعنی زمین لرزه، بای اینم اردبیم، در حین یک زمین لرزه تکونهای گنده میخوره و تکونهای کوچیک میخوره دی ارد، کره زمین. Die meisten Erdbeben sind harmlos. Die meisten bishtarin Erdbeben, zamin larze ha, hastand harmlos, yani bikhatar. Aber sie können auch sehr zerstörerisch und gefährlich sein. Aber vali, sie können unha mitunan auch hamchenin sehr zerstörerisch, خیلی خراب کننده، خیلی مخرب und gefährlich یعنی خطرناک، زینم یعنی بودن. پس بیشتر زمین لرزه ها بی خطر هستند ولی اونها میتونن همچنین خیلی خراب کننده، مخرب و خطرناک باشند. پلانیتن پوزل، پلانیت یعنی سیاره، پلانیتن پوزل یعنی پازل سیاره ها، پازل سیاره ای. Die Erde sieht aus wie eine große Steinkugel. Die Erde, کره زمین, sieht aus. گفتم aussehen از فعل aussehen وقتی استفاده می کنیم که بخوایم راجع به ظاهر چیزی صحبت کنیم. پس ظاهر کره زمین هست. Wie eine große Steinkugel. Wie مثل eine große Steinkugel. Steinkugel باز هم ترکیبی از دوتا اسم، از اسم Stein که میشه سنگ، کوگل که میشه دایره، ولی دایره خب دو بودیه، دایره که سه بودیه، یک چیز توپ فرمی، یک چیز گله فرمی. پس Steinkugel یک توپی که از سنگه. پس کره زمین ظاهرش شبیه یک توپ گنده سنگی هست. aber ولی sie besteht aus، وقتی که میگیم از فعل bestehen استفاده میکنیم، bestehen aus، وقتی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم یک چیزی از چیز دیگری تشکیل شده. مثلا اگر بگیم der Tisch besteht aus Holz، یعنی اون میز از چوب ساخته شده، اون میز چوبی هست، جنس چوب داره. اینجا میگه sie besteht aus، این sie یعنی همون کره زمین، آرتیکلش دی بود، بنابراین sie تشکیل شده از beweglichen Teilen. beweglich یعنی متحرک، چیزی که حرکت میکنه، و Teile یعنی قطعات. aus beweglichen Teilen، از قطعات متحرک. پس شبیه یک توپ سنگی میمونه ولی از قطعات متحرک تشکیل شده. den Platten، پلاته چی هست؟ براتون عکسش رو میذارم. یعنی اون تایل ها اسمشون پلاته هست. دی بی پوزل شتوکه فبوندن زیند، که مثل
Puzzlestücke, قطعات پازل verbunden sind, به هم وصل شدن. Wie kommt das? چجوری اتفاق میفته این؟ منظور از همون زمین لرزه هست. Wenn die Platten der Erde gegeneinander reiben, kann der Druck zu einem Erdbeben führen und das Land darüber erschüttern. میگه وقتی همین پلاته ها که الان دیدیم چی هستن، وقتی پلاته های کره زمین gegeneinander reiben، به یک دیگه خودشونو بمالن. reiben، غیبن چیه؟ یکی از معنیهای غیبن هستش وقتی که ما یه چیز رو میخواییم رنده کنیم ازش استفاده میکنیم. چیکار میکنیم؟ یه چیز رو به یه چیز دیگه میمالونیم دیگه، یعنی در واقع حالا مثلا سیب زمینی رو بخواییم رنده کنیم، سیب زمینی رو به رنده میمالونیم، هی بالا پایین میکنیم. این همچین حالتی بعد الان در نظر داشته باشین. گیگن ایننده یعنی به هم دیگه، وقتی که دوتا پلاته یا یعنی که پلاته ها به هم دیگه خودشون رو بمالن، مثل حالت رنده کردن. کن در دروک تو اینم اردبیبن فیرن، میتونه این فشار باعث یک زمین لرزه بشه. Und das Land darüber erschüttern. Erschüttern یعنی تکون دادن. پس das Land darüber یعنی اون کشوری که روش هست یا اینکه اون زمینی که روش هست رو تکون بده. پس وقتی که پلاته های زمین به همدیگه مالیده میشن یا اینکه به همدیگه خودشون رو میمالن، میتونه این فشار، دروک یعنی فشار، باعث یک زمین لرزه بشه و اون کشور یا اون زمینی که روش هست، darüber، روی اون هست، رو تکون بده. Erdbeben unter dem Meer können Tsunamis, Riesenwellen verursachen. میگه زمین لرزه های زیر دریا میتونن باعث و بانی تسونامی ها. تسونامی چیه؟ ریزن بلن یعنی موج های خیلی بزرگ بشن. Durch das Zusammenstoßen der Erdplatten entstehen auch Berge und Vulkane. بر اثر، durch یعنی بر اثر، از طریق، das Zusammenstoßen، به هم خوردن پلاته های کره زمین، entstehen، به وجود میان، auch همچنین برگ، برگ یعنی کوها، und ولکان، آتش فشان ها. Die Platten der Erde passen ineinander, bewegen sich aber ständig ganz leicht. میگه پلاته های کره زمین passen ineinander، یعنی قشنگ به هم میخورن. شما فرض کنید همونجور که در صفحه قبل گفته مثل پازل میمونن، پسن این ایننده، وقتی تو همدیگه میذاریمشون به همدیگه میخورن. این ایننده یعنی داخل همدیگه. بویگن زیخ ابر شتندیخ گنز لایخت، بویگن زیخ حرکت میکنن، ولی شتندیخ یعنی دائما، گنز لایخت خیلی خفیف، خیلی کم. پس دائما در حال حرکت هستن به طور خیلی خفیف. ریختاسکالا، مقیاس ریشتر. Die Stärke von Erdbeben wird auf der Richterskala gemessen. Je höher die Zahl, desto stärker ist das Erdbeben. میگه Stärke، قوی بودن، بزرگی von Erdbeben، بزرگی یا اینکه قوی بودن زمین لرزه ها در مقیاس ریشتر اندازه گیری میشه. یه höher die Zahl، هر چقدر اون شماره بالاتر، بزرگتر، desto stärker ist das Erdbeben، همونقدر قوی تر یا بزرگتر هست اون زمین لرزه. schwach، ضعیف، شماره یک رو داره روی ریختاسکالا. Schwache Erdbeben gibt es ständig, aber die meisten bemerkt man gar nicht.
میگه زمین لرزه های ضعیف، schwache Erdbeben. زمین لرزه های ضعیف gibt es ständig. دائما وجود دارن. Aber die meisten bemerkt man gar nicht. ولی بیشتریشون رو متوجه نمیشه آدم. یعنی در واقع بیشتریشون رو آدم متوجه نمیشه. از آدم اصلا متوجه نمیشه. میتل متوسط شماره 4 هست و stark شماره 9. Starke Erdbeben können Bäume und Häuser umwerfen und sehr gefährlich sein. میگه زمین لرزه های قوی یا زمین لرزه های بزرگ میتونن درخت ها و خونه ها رو بندازن. Umwerfen. Werfen یعنی پرت کردن. Umwerfen یعنی یک جوری پرت بشن، در واقع که بیفتن. اینجوری همونجوری که تو عکس میبینید درخت چجوری افتاده به اون میگن umwerfen. Und sehr gefährlich sein. و خیلی خطرناک باشند. خب دوستان، اینم بود این قسمت ویدیوی کتاب خونی در مورد زمین لرزه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون باشه.